همراه میشیم با احسان نادرپور روزنامه‌نگار از استانبول. آقای نادرپور خیلی خوش آمدید. همونطور که میبینید از ابتدای این خیزش تا به امروز ما شاهد این هستیم که در دانشگاه‌های مختلف کشور دانشجویان اعتصاب و اعتراض میکنن و من به یاد ندارم روزی رو در این میان که این اتفاق رو ما شاهدش نبوده باشیم. با وجود اینکه جمهوری اسلامی سعی میکنه کنترل بکنه، اونها رو سرکوب بکنه، همچنان ادامه داره. ارزیابی شما چیه؟ چرا جمهوری اسلامی تا الان نتونسته این کارو بکنه؟ بله، جمهوری اسلامی همه تلاش خودشی کرده که این اتفاق دیگه تکرار نشه، دیگه دانشجوها در دانشگاه اعتراض نکنن. بیش از 400 دانشجو فقط اسمشون منتشر شده که بازداشت شدن یا حکمای تعلیقی که میدن، فشارهای امنیتی که میارن، تیراندازی که میکنن به سمت دانشجوها. تو شعار دانشجوها بود، خودتون نشون دادید که تا حرف حق رو گفتیم صدای تیر شنفتیم، دانشجوها شعار میدادن. و خب این هم یکی از برخوردهایی که کردن و مهمتر از همه اونا اینه که از یک احکام جدیدی دارن استفاده میکنن. ممنوع ورودی تو خیلی از دانشگاه ها استفاده نمیشد، تو بعضی دانشگاه مثل دانشگاه آزاد پیش از این استفاده می‌شده، ولی حکم ممنوع ورودی حکمیه که بدون تشکیل کمیته انضباطی و اینکه جلسه‌ای باشه طبق اون چیزی که قانون تعیین کرده و دانشجو برن و دفاع کنن و بعد حکم اعلام بشه نبوده و صرفاً اعلام میشه که فلان دانشجو دیگه حق ورود به دانشگاه نداره و ممنوع وروده. خب این اتفاق زیاد افتاده در دانشگاه، اما همه اینها باز باعث شده که دانشجوها دفعه دیگه باز دوباره به سن دانشگاه بیان، اعتراض کنن، تحسن کنن و اعتراض خودشون رو نشون بدن به بازداشت هم کلاسی های خودشون، به تعلیق شدنشون و به ممنوع ورود شدن بقیه دانشجوها. و این تلاش هایی که شده برای این فشار روی دانشجوها تا الان پاسخی نداشته که بخواد یعنی ساکت کنه دانشجوها رو و کمکان ادامه داره و فکر نمی کنم که با این فشارهای امنیتی بتونه ره به جایی ببره جمهوری اسلامی و باید راه دیگه رو امتحان کنه، باید بخواد صدای دانشجوها رو بشنوه و حق اعتراض برای اونها قائل بشه. خب آقای نادرپور، در چند دهه گذشته ما میتونیم بگیم که جنبش دانشجویی همیشه پویا بوده، حالا بعضی اوقات شاید کم رنگ تر شده، اما در دهه گذشته ما چندین بار اعتراض های دانشجویی داشتیم. این بار چه تفاوتی داره؟ ببین، تفاوتی که میشه بهش اشاره کرد همون تفاوتیه که جنبش خیابانی مردم داره. این عدم وجود رهبری یکسان یا یک فرد یا یک گروهی باشه که هدایت کنه و رهبری کنه و فراخوان بده به دانشجو برای اعتراضشون، برای اینکه جمع بشن تو صحنه دانشگاه، نه اینکه این انجمنهای اسلامی یا انجمنهای صنفی که وجود داره در دانشگاه بی تاثیر باشه. اونها هم تاثیر خودشون رو گذاشتن در دانشگاهایی که وجود داره، ولی خب ما خیلی از دانشگاه‌ها رو داشتیم که اصلا انجمن اسلامی در اونجا شکل نگرفته. تو دانشگاه‌های آزاد انجمن اسلامی اجازه شکل‌گیری نداره، با محدودیت‌های بسیاری روبرو میشن دانشجوها برای اینکه انجمن رو بندازن. انجمن‌های علمی هم حتی با برخوردهای امنیتی روبرو میشه، ولی خب در نبود این انجمن‌ها ما می‌بینیم که جنبش دانشجویی تونسته اون پویایی خودش رو حفظ کنه و بدون رهبری به راه خودش ادامه بده. و همین هم هست که هرچی تو خیابون بازداشت‌ها گسترده‌تر میشه، توی دانشگاه بازداشت‌ها و فشارها گسترده‌تر میشه، افراد زیادی بازداشت میشن و حذف میشن از اون تجمع‌ها، اما تجمع کماکان ادامه داره و این اون خاصیت این جنبشی که اکنون به راه افتاده و عدم وجود رهبری یکسان در دانشگاه‌ها و خیابون باز هم باعث نشده که اعتراضات پایان پیدا کنه. متشکرم از حضور شما و توضیحاتتون. احسان نادرپور، روزنامه‌نگار از استانبول.